سخت خبرها. نسبت دادن گرانی دلار به عملیات روانی در عرصه بین المللی. رئیس جمهوری ایران میگوید شوک در بازار ارز گذراست. عرضه کتاب جنجالی جان بولتون. مشاور امنیت ملی پیشین دونالد ترامپ امیدوار است او در انتخابات برنده نشود. کاهش و افزایش جهانی محدودیت‌ها با ادامه شیوع کرونا. امسال فقط ساکنان عربستان به حج تمتع می‌روند. و رونق صنعت انیمیشن در تعطیلی هالیوود. سلام، عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به افزایش قیمت دلار به بیش از 20 هزار تومان گفته شوک در بازار ارز موقت و گذراست. او در جلسه ستاد اقتصادی دولت گفته بالا رفتن نرخ ارز ریشه اقتصادی ندارد و ناشی از عملیات روانی در عرصه بین المللی علیه ایران است که نگرانی هایی به گفته او غیر واقعی بین مردم ایجاد کرده. قیمت دلار در دو هفته گذشته از حدود 18 هزار تومان به بالای 20 هزار تومان رسیده. فرهاد گوهردانی پژوهشگر توسعه اقتصادی و سیاسی ایران از یورک بریتانیا با ما هست. آقای گوهردانی، آقای روحانی صحبت از در واقع یک عملیات روانی میکنه و در سطح بین المللی که داره علیه ایران انجام میشه. آیا فکر میکنید چقدر واقعا این عملیات نقش داره در آنچه که بر سر دلار داره الان میاد؟ من فکر میکنم که در این مورد خاص شاید نقشش نزدیک به صفر باشه، یعنی شنو نقشی نداره. ما یک مواجه شدیم با یک پدیده تحریم در تحریم که مواجه مثل دو سال پیش و کرونا عامل اصلیش بوده، چون بعد از تحریم ایران یه شبکه صادراتی در منطقه ایجاد کرد که حدود 42 میلیارد صادرات غیر نفتی داشت سال قبل و اون درش اختلال جدی وارد شده به دلیل کرونا و به دلیل کاهش ارزش فراوردهای نفتی و پتروشیمی که آقای همتی هم بهش اشاره کردن. بنابراین اون مسئله اساسی در صادرات غیر نفتی و صادرات نفتی هست که 8 میلیارد بوده چه 50 میلیارد با هم بودن و هم آقای همتی هم در صحبت‌های دیشبش به همین اشاره کرد که ناترازی وجود داره بین عرضه و تقاضا. بنابراین بحث عملیات روانی من هیچ جایی بهش نمیرم. نمیدونم آقای روحانی کجا اثر این عملیات روانی رو میبینند؟ البته خود مسئولان دولتی هم اشاره کردن به این که محصولاتی که به فروش میرسه، محصولات نفتی، پولی که از اون به دستشون میاد رو نمیتونن به داخل کشور بیارن. اما از اون طرف مشکلات دیگری هم هست که به نظر میرسه خود دولت عملا، برخی میگن حداقل که خود دولت این کار رو داره انجام میده و اهدافی هم از این مسئله داره. نه، من فکر می‌کنم بیشتر برمیگرده به مسئله ساختار بازار ارز. در اصل بازار ارز رسمی سنرخی هست، این نرخ 4200 تومانی هست برای کالای اساسی که این باعث تشدید نیاز به واردات میشه، چون اونایی که واردات کالای اساسی میکنند از شکاف سوبسید بین نرخ 4200 تومانی و نرخ بازار که اونو به قیمت بازار میفروشن کالایی که وارد میکنن استفاده میکنن، بنابراین این تشدید میکنه و نرخ نیمایی هست که حدود 16 هزار تومانی که صادرکننده ها باید به نرخ نیمایی عرضه کنن که باز هم با 20 هزار تومان 19 هزار تومان فاصله داره، برای اونها صرف به صرفه نیست. و بحث نرخ آزاد که حدود 20 هزار تومانه. در کنارش هم بازار غیر رسمی وجود داره برای کسایی که میخوان خروج سرمایه بکنن یا میخوان کالای مشابه صادراتی مشابه در داخل ایران وجود داره وارد کنن یا قاچاق یا نیازهای دیگه. بنابراین بخشی از اونایی که به طور موقت صادر کننده شدن کارت بازرگانی در یک سال قبل گرفتن، اونا ارز خودشون رو حدود 6.5 گزارش شده 6.5 میلیارد اونا وارد بازار غیر رسمی کردن، یعنی به این تو این تقاضای غیر رسمی رو پاسخ دادن. بنابراین بحث اساسی روی اینه که شفافیت در صدور کالای در صدور کارت بازرگانی وجود نداره. ثانیا این ساختار سگانه به همراه بازار غیر رسمی مشکل ایجاد میکنه که تنها راهش اینه که ما دولت بیاد این ورود کالای اساسی رو به قیمت
نرخ آزاد انجام بده و بعد اینو کوپونی بکنه و خودش از قدرت خریدش استفاده کنه و بازار ارز رو رها بکنه، چون بازار ارز با بالا رفتن قیمت ها باعث صادراتی شدن، تشویق صادرات ایران میشه و کمک میکنه به اینکه کالاهای جایگزین واردات هم بیشتر تولید بشه. یعنی به جای اینکه کالای اساسی از کشور نیازهای اساسی از کشور وارد بشه، این در داخل کشور تولید بشه، یا مواد و قطعاتی هم که کارخونه ها نیاز دارن باز هم در داخل کشور تولید بشه. ممنونم از وقت شما آقای گوهردانی. ببخشید من معذرت میخوام، حرفتون رو قطع میکنم، وقت بیشتری نداریم. فرهاد گوهردانی، پژوهشگر توسعه اقتصادی و سیاسی ایران. چند خبر کوتاه. گزارش شده که آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای رو در اختیار اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گذاشته که در صورت تصویب تحریم تسلیحاتی ایران به طور نامحدود تمدید می‌شود. این متن ماه پیش در اختیار متحدان آمریکا قرار گرفته بود و حالا آنطور که خبرگزاری بلومبرگ به نقل از دیپلمات‌ها نوشته در اختیار همه اعضای این شورا قرار گرفته. تحریم تسلیحاتی ایران که 13 سال پیش وضع شد طبق توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی تا کمتر از 4 ماه دیگر تمام می‌شود. مدیر کل پزشکی قانونی کرمانشاه گفته بر اساس نتیجه آزمایش ها علت فوت آسیه پناهی بیماری حاد قلبی تشخیص داده شده. آسیه پناهی چند هفته پیش بعد از درگیری با ماموران شهرداری کرمانشاه که برای خراب کردن خانه اش آمده بودند جان خود را از دست داد. مرگ او واکنش های گسترده‌ای در شبکه های مجازی به راه انداخت. تحقیقات اولیه نشان داده که ماموران شهرداری مجوزی برای خراب کردن خانه خانم پناهی نداشتند. به گفته وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 121 نفر به شمار افرادی که بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند اضافه شده. به این ترتیب آمار رسمی درگذشتگان به 9863 نفر رسیده. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین از مثبت بودن آزمایش کرونای حدود 2500 نفر در یک روز گذشته خبر داده و گفته شمار کل مبتلا شدگان تا امروز به نزدیک 210,000 نفر رسیده. شیوع کرونا در بعضی نقاط جهان همچنان رو به افزایش است. در آلمان یک ماه بعد از کاهش محدودیت‌ها در پی کشف موارد جدید، نگرانی از پیدایش موج دوم کرونا شدت گرفته. در انگلستان اما با کاهش شمار مبتلایان قرار است محدودیت‌ها از 2 هفته دیگر به شدت کاسته شوند و فاصله اجتماعی هم به 1 متر کاهش یابد. باران عباسی گزارش می‌دهد. هند، فستیوال راتایاترا، رویداد مذهبی هندوها که هر سال ده ها هزار نفر را به ایالت اودیسا می آورد. امسال هرچند که شمار شرکت کنندگان محدود شده، نگرانی ها همچنان باقی است. در کشوری که شیوع کرونا در هفته های اخیر شدت گرفته و تنها در 24 ساعت گذشته نزدیک به 15,000 مورد ابتلای جدید شناسایی شده، بالاترین شمار روزانه مبتلایان. در آلمان بازگشت قرنطینه به منطقه‌ای در ایالت نوردراین وستفالن بعد از شناسایی 1300 مبتلا به کرونا در این کشتارگاه. عدد سرایت یا عدد آر که دولت‌ها در تلاشند زیر 1 نگه دارند تنها ظرف 2 روز 3 برابر شده و به نزدیک 3 رسیده. یعنی هر بیمار می‌تواند 3 نفر دیگر را آلوده کند. نگرانی از بروز موج دوم بیماری حالا اینجا شدت گرفته. هرچند که پزشکان امیدوارند دور جدید شیوع گسترده نباشد. موج دوم هر زمانی ممکنه اتفاق بیفته و آلمان هم از این مستثنا نیست. اما من خیلی خوشبینم چون مردم خیلی محتاط هستند. اگر گرد همایی های بزرگ همچنان ممنوع بمونه، میتونیم از موج دوم جلوگیری کنیم. در انگلستان رستوران ها و میخانه ها، موزه ها و سینما ها همچنان تعطیل، هرچند که حالا تاریخ مشخصی برای بازگشایی اعلام شده. رعایت فاصله اجتماعی 2 متر هم از 2 هفته دیگر به نصف کاهش خواهد یافت. با توجه به کاهش شدید شیوع ویروس میتونیم قانون فاصله اجتماعی 2 متر رو از 4 ژوئیه تغییر بدیم. میدونم که این قانون کار رو برای بخش بزرگ از اقتصاد غیر ممکن میکرد، حتی بدون در نظر گرفتن محدودیت های دیگه. اما جایی که میشه 2 متر فاصله رو رعایت کرد، باید هنوز این کار رو انجام بدیم. خبری خوش برای کسب و کارهایی که میگویند ایجاد فاصله 2 متر بین مشتریان برایشان غیر ممکن بود. تصمیمی که انتظار میرود بار دیگر به این سالن ها جان ببخشد. در عربستان سعودی مقدس‌ترین مکان مذهبی مسلمانان همچنان بسته به روی زائران خارجی.
یک ماه مانده به مراسم سالانه حج، دولت میگوید تنها حدود 1000 نفر، آن هم فقط از ساکنان عربستان، اجازه دارند در مراسم امسال شرکت کنند. رویدادی که سالانه 2.5 میلیون زائر به اینجا می آورد. مهمانان باید قبل از ورود به مکه آزمایش کرونا بدهند و بعد از بازگشت به خانه هم خود را قرنطینه کنند. زائرانی که هرچند قرار است از ملیت‌های مختلف انتخاب شوند، اما انتظار می‌رود تجربه‌شان از آنچه به عنوان زیارت کعبه می‌شناسند بسیار متفاوت باشد. باران عباسی، بی بی سی. وزارت صحت افغانستان وجود فساد در این وزارتخانه را تکذیب کرده و گفته حاضر به حسابرسی است. این در حالی است که رئیس جمهوری افغانستان برای بررسی گزارش‌های فساد در مصرف بودجه و کمک‌های مبارزه با کرونا دستور صادر کرده. اخیراً روزنامه 8 صبح افغانستان از فسادی گسترده در هزینه‌های مرتبط با مبارزه با کرونا گزارش داده بود. جاوید لایق، پژوهشک و پژوهشگر مسائل بهداشتی از کابل با ما هست. آقای لایق، بسیاری از مردم و نهادها از اینکه شفافیت وجود نداره در مورد اینکه چطور این پول به مصرف رسید در وزارت صحت افغانستان نگران هستند. این نگرانی ها به نظر شما منطقی است؟ در این هیچ شک نیست که هر افغان حقشان است که باید از همچون مصارف صدای خود بلند بکنن، و در هیچ شک نیست که میلیون ها دلار به افغانستان کمک شد، ولی پولی که در بخش مبارزه با کووید 19 باید که مصرف می شد مصرف نشد. به خاطر ازی ما شاهد ازی بودیم که در افغانستان در بخش تشخیص یا تست کردن مریض ها هم هیچ امکانات بسیار محدود بودن، در پهلوی آن در بخش تداوی هیچ امکانات وجود ندارند. شما میبینین مریضایی که در حدود 20% در بخش سویر یا کریتیکال میرن، همیشان در افغانستان جانهای خود از دست میدن. به خاطر از این مردم صدایشان بلند شد. شما در این روزا خود وزارت صحت میگه که الان شیوع کاهش پیدا کرده و اوضاع تحت کنترله. واقعا آیا افغانستان گذشته از نقطه اوج؟ بدبختانه در افغانستان مدل های کشورهای دیگه در اینجا تطبیق نمیشن. کشورهای دیگه به خود مدل دارن، اونجا تشخیص و تداوی بسیار دقیق میشن، از تمام نقاط یا از تمام بیمارستان ها اعمار جمع آوری میشن، بعد از او انالایز میشن که چقدر مردم با کرونا مبتلا است و چقدر در هر ماه یا در هر هفته یا در هر روز جانهای خود دست میدن. در افغانستان دیتا یا مشخصات دقیق در دست وجود ندارن. بناهن همچو امارایی که شما یا هم مردم افغانستان یا کشورهای دیگر شنیدن، وزیر صحت چند هفته قبل گفتن که ما در اوج کرونا هستیم، شاید 2 ماه دیگر توان کنن، ولی یک هفته یا چند روز قبل پس گپ خود را گرفتن و گفتن که ما از اوج گذشتیم پس پایان میریم. بنان این اعمارهایی که هستن خیالی هستن، یک بخش اکادمیک نیستن، انالایز نشدن، به خاطر از اینکه ما اعمار دقیق در دست نداریم. بنان ما تا بال هم خبر نداریم که ما در کدام نقطه کرونا قرار داریم. ممنونم از شما جاوید لایق، پزشک و پژوهشگر مسائل صحی از کابل. نگاهی دوباره بکنیم به مهمترین عناوین خبری روز. حسن روحانی میگوید شوک در بازار ارز گذراست و دلیلش تحرکات بین‌المللی علیه ایران است. عرضه کتاب جنجالی جان بولتون مشاور امنیت ملی پیشین دونالد ترامپ شروع شد. در ادامه این برنامه، رونق صنعت انیمیشن در تعطیلی هالیوود، کتاب جدید جان بولتون مشاور امنیت ملی پیشین رئیس جمهوری آمریکا از امروز در کتاب فروشی ها عرضه میشه. کاخ سفید پیشتر گفته بود که این کتاب حاوی اطلاعات فوق محرمانه است و تلاش کرده بود از انتشار اون جلوگیری کنه. آقای بولتون این موضوع رو رد کرده. سام فرزانه گزارش میده. کتابی که مدت هاست بخشای مهم آن را رسانه ها گزارش کردند، قرار است به زودی به دست عموم مردم هم برسد. کتاب اتاق حوادث نام دارد و نوشته جان بولتون مشاور امنیت ملی پیشین آمریکاست. آقای بولتون در گفتگویی با شبکه ABC آمریکا گفت که امیدوار است آقای ترامپ در دور بعدی به ریاست جمهوری انتخاب نشود. من در کتابم نوشتم که به نظرم او نه محافظه‌کار است و نه لایق پست ریاست جمهوری.
آقای بولتون برای این ادعا دلایل مختلفی را مطرح کرده، از جمله اینکه آقای ترامپ بیش از هر چیز به فکر انتخاب مجدد است. او مستقیم به شی جین پینگ گفت که اگر چین محصولات کشاورزی بیشتری از آمریکا بخره، به انتخاب مجدد او در ایالت‌هایی که کشاورزی قوی دارند کمک می‌کنه. به نظرم خواسته عجیبی از یک رئیس جمهور کشور رقیب بود که یک رئیس جمهوری مطرح کرد. آقای بولتون در کتابش مدعی شده که آقای ترامپ حاضر بود در ازای این خرید چشم بر پایمال شدن حقوق مسلمانان اویغور در چین ببندد، ادعایی که دونالد ترامپ در مصاحبه ای رد کرده. آقای بولتون معتقد است که اگر دموکرات‌ها هنگام استیضاح رئیس جمهوری عجله نکرده و به جز ماجرای اوکراین به مسائل دیگری هم تمرکز کرده بودند، حتما او هم برای شهادت به کنگره می رفت. دموکرات‌ها با آقای بولتون خورده می‌گیرند که اگر اطلاعات خود را در اختیار کنگره گذاشته بود، در دادگاه سنا آقای ترامپ تبرئه نمی‌شد. جمهوری‌خواهان هم به نظر می‌رسد که هیچ از اقدام‌های جدید آقای بولتون راضی نیستند. کمیته ملی جمهوری‌خواهان در توییتر به آقای بولتون واکنش نشان داده. هر دو حزب با هم توافق دارند که جان بولتون دروغگو و جنگ طلب است و آنطور که از مصاحبه ها و کتاب خود ستایانش مشخص است، فقط به فکر خود است و نه امنیت ملی آمریکا. جان بولتون که برای نوشتن کتابش 2 میلیون دلار پیش پرداخت گرفته، میگوید هیچ سری را افشا نکرده و امنیت ملی آمریکا با کتاب او دچار مشکل نمی شود. گزارش سام فرزانه بود. اما رئیس پلیس فضای مجازی در تهران میگه لایف های اینستاگرام رو تحت نظر داره. سرهنگ تورج کاظمی اعلام کرده که با بعضی کاربرانی که در لایف ها به گفته او مرتکب رفتار مبتذل شدن برخورد کرده. تا به حال موارد متعددی از برخورد های امنیتی با کاربران اینستاگرام خبرساز شده. این شبکه مجازی هم با وجود تلاش هایی که وجود داره برای محدود کردنش و حتی مسدود شدن اون، هنوز در ایران قابل دسترسی هست. فرن تقی‌زاده همکار ما از لندن با ما هست. فرن، پیشتر هم بحث رصد این لایف های اینستاگرام وجود داشت، چه اتفاق جدیدی افتاده؟ به مسئله اینه که در 2 روز گذشته موضوع اینستاگرام خیلی جنجالی شده تو شبکه‌های اجتماعی. دلیلش هم به خاطر تمرکز و صحبت‌های اخیر مجلس 11 و مشخصا سوال و جوابی هستش که نماینده‌های مجلس از آقای جهرومی در جلسه 8 مجلس کردن و از اون 2 روز گذشته موضوع داغ‌تر شده که آیا مجلسی‌ها به دنبال فیلتر کردن اینستاگرام هستن یا نه، که در اونجا آقای جهرومی پاسخی که داده این هستش که ما نباید این فضاها رو به نوعی ترک کنیم و اگر که یک جرم و جنایتی در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام رخ میده، وظیفه وزارت ارتباطات نیستش که بهش رسیدگی کنه. امروز هم دیدیم که باز از طرف پلیس ایران مطرح شد که ما رصد میکنیم لایف های اینستاگرام، و موضوع رصد کردن لایف های اینستاگرام چیز جدیدی نیستش که پلیس ایران داره بهش اشاره میکنه. مشخصا از ابتدای قرنطینه های مربوط به کرونا در ایران حداقل 2 بار پلیس ایران اعلام کرده که ما لایف های اینستاگرام رو رصد میکنیم. اون هم دلیلش افزایش لایف هایی بودش که در مدت قرنطینه در ایران انجام میشد. بسیاری از افراد سرشناس مشخصا در اون زمان شروع کردن لایف برگزار کردن، شروع میکردن با مخاطبان خودشون صحبت کردن یا با همدیگه، با دوستان خودشون یا با افراد سرشناس دیگه، و اون محدودیت ارتباطات رو به نوعی که نمیتونستن فیزیکی با هم دیگه رابطه داشته باشن و از این طریق جبران میکردن. رئیس پلیس ایران اون موقع مطرح کرده بود که ما به این لایف های افراد مشهور مشخصا تمرکز داریم، اونها رصد میکنیم به خاطر کامنت هایی که زیر این لایف ها میاد. پلیس ایران ادعا میکنه که زیر این کامنت ها مفاسد اخلاقی یا خرید و فروش مواد یا حتی اسلحه انجام میشه که اونها نمیتونن جور دیگه این رو رصد کنن و در زیر این کامنت ها بسیار از این موارد رو تونستن کشف کنن. چیزی که مسئله هستش الان صحبت های پلیس ایران آیا در راستای محدودیت هایی هستش که مجلس در نظر میخواد بگیره به سمت اینکه اینستاگرام رو فیلتر کنه یا نه، به سمت این هستش که داره از آذری جهرومی حمایت میکنه و داره نشون میده که تمرکز و کنترل فضای مجازی و اینستاگرام یا تلگرام بر عهده پلیس ایران هستش. اما برخوردی که کاربران با این قضیه داشتن نوع دیگه‌ای هستش. اونها میگن که با توجه به مشکلات اقتصادی شدیدی که الان در ایران هست، مشخصا بالا رفتن قیمت دلار، چرا دوباره بحث
فیلتر شدن یا محدودیت‌های بیشتر در اینستاگرام مطرح هستش. ممنونم ازت فرهنگ، میدونم که بحث زیادی هست در این مورد، امیدوارم بعدا بتونیم دوباره راجبش صحبت کنیم. فرهنگ تقی‌زاده همکارم سندم. چند خبر کوتاه. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا گفته آماده است تا در زمان مناسب با دونالد ترامپ رو در رو مذاکره کنه. دو روز پیش تغییر موضع ناگهانی رئیس جمهوری آمریکا درباره آمادگی ملاقات با آقای مادورو خبرساز شد. حالا آقای ترامپ گفته تنها به این شک با همتای خودش در کاراکاس دیدار میکنه که موضوع ملاقات نحوه کنارگیری آقای مادورو از قدرت باشه. در بریتانیا از دو شرکت رنو و نیسان شکایت شده. این دو شرکت مظنون به نصب دستگاه‌های غیرقانونی برای پنهان کردن میزان آلایندگی خودروهایشان هستند. یک شرکت حقوقی میگوید به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد خروجی آلاینده‌های نیسان قشقایی بنزینی 15 برابر بیشتر از آن چیزی است که این شرکت اعلام کرده. هر دوی این شرکت‌ها این اتهام را تکذیب می‌کنند. در واشنگتن پلیس با معترضان به نژاد پرستی که می‌خواستند مجسمه اندرو جکسون از رؤسای جمهوری قبلی آمریکا رو پایین بکشند درگیر شد. چندین نفر از معترضان دستگیر شدند. تصاویر پخش شده نشان می‌دهد که روی پایه مجسمه با اسپری رنگ نوشته شده آدم کش. اندرو جکسون اوایل قرن 19 رئیس جمهوری آمریکا بود و بیش از 500 برده داشت. باشگاه فوتبال برنلی در انگلستان اعتراض پارچه نوشته‌ای با شعار زندگی سفیدپوستان مهم است را محکوم کرد. دیروز هنگام شروع بازی فوتبال بین این تیم و منچستر سیتی در ورزشگاه اتحاد، یک هواپیمای کوچک با این پارچه نوشته همونطور که می‌بینید در آسمان ظاهر شد. باشگاه برنلی گفته از نمایش این پلاکارد پارچه‌ای شرمسار شده. هنگام پرواز این هواپیما بازیکنان به نشانه حمایت از جنبش ضد نژادپرستی زندگی سیاه‌پوستان مهم است زانو زده بودند. نواک جاکوویچ شماره یک تنیس جهان به ویروس کرونا مبتلا شده. پیش از این گریگور دمیتروف و بورنا چوریچ که در مسابقات آدریا شرکت کرده بودند به کووید 19 مبتلا شده بودند. اخیراً جاکوویچ به خاطر راه اندازی این مسابقات و در خطر قرار دادن تنیس بازها و تماشاگران مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته بود. حوثی‌های یمن بار دیگه به سوی ریاض موشک شلیک کردند. سخنگوی ارتش وفادار به حوثی‌ها اعلام کرده که وزارت دفاع و سازمان اطلاعات عربستان سعودی و پایگاه هوایی ملک سلمان در ریاض هدف قرار گرفته شده. اما ارتش سعودی از رهگیری و انهدام موشک‌ها و پهپادهای یمنی خبر داده. از خسارات و تلفات احتمالی حمله حوثی‌ها که دیشب و امروز صبح صورت گرفته هنوز گزارش مستقلی منتشر نشده. مهداد فرهمند نگاهی داره به امکانات حوثی‌ها در حمله به پایتخت عربستان. موشک‌ها و پهپادهای یمنی در کام پدافند ضد موشکی سعودی. ارتش سعودی از حمله 3 موشک بالستیک و 8 پهپاد به ریاض خبر داده. مشخص نکرده چند تایشان رهگیری شده و چند تا احتمالاً به هدفی خورده اند. والتي استهدفت عاصمه العدو السعودي الرياض. از آن سو سخنگوی آن بخش از ارتش یمن که وفادار به حوثی هاست نوع موشک ها و پهپادهای گسیل شده به ریاض را هم اعلام کرده. فقد دكت صواريخنا من نوع قدس و ذي الفقار وطائرات صمادي 3 المسيره. موشک بالدار قدس که در واقع همان موشک کروز است که از قدیم در زرادخانه ارتش یمن موجود بوده. یمنی ها میگویند خودشان این موشک ها را پیشرفته تر و کارآمدتر کرده نامشان را قدس گذاشتند و برای اهداف دور به کار میبرند. موشک ذوالفقار هم همان راکت های هدایت شونده ضد زره کورنت روسی است که نیروهای سعودی قبلا نمونه ای را که در یمن غنیمت گرفته بودند نشان داده و گفته بودند همان موشک دهلاویه ساخت ایران است. یمنی ها می گویند اینها را خودشان می سازند. نمایشگاه هم برای جنگ افزارهای تولیدیشان گذاشتند. شاید ارسال سلاح از ایران به یمن با توجه به وضعیت جغرافیایی و محاصره یمن چندان امکان پذیر نباشد، اما ارسال نمونه و متخصص و آموزش ساخت اینها حتما آسان تر است. پهپاد صماد 3. صماد به معنای استوار.
آنگونه که ارتش وفادار به حوثی ها اعلام کرده از ساخته های خود یمنی هاست که در حمله به ریاض شرکت داشته. این پهپادها بزرگند و مأموریتشان معمولا انتحاری است. همزمان با شیوع کرونا در جهان، بعضی از صنایعی که به ارتباطات انسانی متکی بودند به شدت آسیب دیدند. در دورانی که استودیوهای فیلمسازی هالیوود تعطیل شدند، صنعت انیمیشن نه تنها در حال کاره بلکه به شدت رونق گرفته. سوفی لانگ از لس آنجلس گزارش میده. در حالی که کسب و کارهای مختلف در جهان مجبور به استراحت ناخواسته شدند، در دنیای انیمیشن تولید با سرعت ادامه داره. ما همیشه آماده بودیم که کارهامون رو به صورت دیجیتال انجام بدیم. کاری که اپیدمی انجام دادیم بود که این تغییر رو طوری سرعت بخشید که بتونیم شبکه‌ای مجازی داشته باشیم. مسلماً چالش‌هایی هم وجود داره، مثل اکران فیلم بلند در زمانی که سینماها تعطیلن. حتی در مورد این یکی، جانگل بیت داستان یک موجود فضایی رو تعریف می‌کنه که با معجزه بغل کردن آشنا میشه. موضوعی که ارائهش در زمانی که فاصله گذاری اجتماعی داره انجام میشه سخته. ما یکم وحشت کردیم. پیام فیلم ما بغل کردن و دوست داشتن در زمانی که بهمون گفته میشه از هم دور باشین و نزدیک کسی نرین. فکر کردیم که امید رو ترویج بدیم. میدونین ما دوباره همدیگر رو بغل میکنیم. ایده رواج دادن امید باعث شد بقیه سازندگان فکراشون روی هم بذارن و حتی موزیک ابتدایی انیمیشن هم در دوران اوج اپیدمی ساخته شد. در زمانی که دورکاری فرصتی برای همکاری استعدادهای متنوع در سراسر جهان فراهم کرده، اتاق مجازی هیئت نویسندگان هم مشکلات خودش رو داره. شما میتونین گفتگوی خیلی صمیمانه ای داشته باشین، اما به محض اینکه صدای خنده رو میشنوین، سخته که همزمان که صدای خنده رو میشنوین حرف هم بزنین. کاری که به صورت عادی وقتی نویسنده ها دور میز و در فضای استاندارد نشستن انجام میدن. انیمیشن ها اما با هجوم تقاضا مواجه شدن. و همونطور که شخصیت کارتون پلنت ارث امیدش رو برای بغل کردن دوستاش از دست نداده، خوبه به یاد داشته باشیم که پایان شب سیاه سپیده. سوفی لانگ، بی بی سی نیوز، لس آنجلس. ممنون از همراهیتون. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبر با شما.